You know this is. پیس او معروفترین در جاسوس دنیاست معمور دو هفت مجوز کشتن دارد و خب شما بقیهش رو میدونید آخرین ماجر و جویی جینز باند به نام زمانی برای مرگ نیست اگر کووید 19 بگذارد اواخر امسال در سینماها خواهد بود. این داستانه اما اینجا در آرشیو جنگ سرد لهستان حقایقی درباره یک مامور سابق بریتانیایی نه چندان مشهور کش شده که نامی آشنا دارد باند جیمز آلبرت باند او در اوایل دهه 60 میلادی به عنوان مسئول آرشیو در سفارت بریتانیا به لهستان آمد اما به نظر میرسه جزئیات بیشتری هم هست. <applause> میدونیم که او تقریبا یک سال در لهستان موند در دفتر وابسته نظامی سفارت بریتانیا کار میکرد به تأسیسات نظامی علاقه مند بود به زنان هم علاقه داشت درست مثل شخصیت داستانی جیمز باند اما در پرونده او اثری از علاقه به نوشیدن مارتینی نیست اما اطلاعاتی هست که او به آبجوی لهستانی علاقه داشته باند توسط این فلمینگ خلق شد نخستین کتاب او در سال 1953 منتشر شد. شخصیت آن به شدت معروف و نمادین شد و ده ها فیلم درباره آن ساخته شد. احتمالا همکاران کمتر معروفش هم تحت تاثیر او بودند. او در سال 1964 به لهستان آمد. در آن زمان فیلم گلف در سینما ها نشان داده می شد. شاید او سر به سر سازمان ضد جاسوسی لهستان گذاشته بود. شاید هم شوخ بود. آثار فلمینگ جهانی شد. جیمز آلبرت باند لهستان را در سال 1965 ترک کرد و مثل بقیه جاسوس‌های خوب در سایه گم شد.